هر کجا سرخ و حسینی جنگ با آل خمینی شده پیمان مجاهد. بوجن عاشورا جنودی آندچه پیمان باغلریق او ملت ایلا چه رمز اتحادی کسب ادیب بیرلیکده و اتحاد ایلا دیدیلر نه شیخچی نه شاخچی ملتچیق ملتچی. O yar ey yar vefa darim o yar. O yar ey yar vefa darim o yar. Mani tek koyma elem darim o yar. Mani tek koyma elem darim o yar. Şerefi nasim o yar. Güzele basim o yar. شرفی ناسیم و یا گرزنه باسیم و یا در ره آزادی و ایمان سر و جان میدهیم خیل عشاقیم و خون را صد هزاران میدهیم همه هم پیمان به پا در میدان به پا در میدان برای ایران بر یزید و ظلم و شورش کنیم در ره السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور. سلام بر تو ای خون جاری دوران و ای خون انتقام ناگرفته تاریخ انسان. هر کجا که ستم زده ای تصمیم به مقاومت میگیرد عاشورای حسینی را سرمشق خود میکند. هر کجا که توده های به سطوح آمده به قیام برمیخیزند در راهی قدم برمیدارند که حسین علیه السلام برایشان گشوده است. زمانی که مجاهدین خلق سازمان خود را برای نبرد با دیکتاتوری برپا کردند راه و رسم حسینی را پیش روی خود گذاشتند. آنگاه که در 30 خرداد در برابر استبداد وحشی خمینی به پا خواستند راه مقاومت عاشوراگونه را در پیش گرفتند و حالا که شرایط عینی به تمام و کمال برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه فراهم شده قیام هایی که یکی بعد از دیگری در سراسر ایران جاری می شود به روز انتقام خون حسین نزدیک شده است. امروز امتداد تاریخی بارگاه معاویه و یزید که بیت خامنه ایست آماج اصلی سیلاب خشم مردم است. هیولای جنایت و انهدام که خامنه ای نام دارد برای فرو نشاندن قیام ها با هیولای کرونا هم دست شده است. اون آگاهانه و از روی عمد مانع اجرای مهمترین روش های مقابله با افزایش مرگ و میرها می شود و تحت فرمان ضد انسانی اوست که تا به حال واردات واکسن از کشورهای غربی ممنوع شده است. مقصر این کشتار هولناک شخص خامنه ایست، هرچند که به رغم این قصابت کم نظیر در جلوگیری از فوران دوباره قیام ها شکست خورد و جنبش اعتراضی با شعار مرگ بر خامنه ای در خیابان ها جاری شده است. یعنی با تمام این دردها و داغها همه به این نتیجه رسیده اند که دیگر نه فقط آزادی آنها که حیات و زندگی آنها در گروه سرنگونی آخوندهاست. بله،
روز مظلوم بر ظالم نزدیک شده و زمان انتقام خون حسین علیه السلام فرا رسیده است. سی و سه سال پیش در همین ایام 30,000 زندانی سیاسی که بیش از 90% اونها اعضا و هواداران مجاهدینند همین رایت حسینی را برافراشتند. سرور شهیدان گفت مرا میان ذلت و مرگ مخیر کردند و هیهات من نزله. مجاهدان زندانی را نیز میان دست کشیدن از موضع مجاهدی خود و مرگ مخیر کردند. اما آنها از مسعود و آرمان او دست نکشیدند، هیهات گفتند و روانه سالن‌های مرگ شدند. کسی از آنها نمی‌دانست چه در پیش است، اما به راه حسین که در آن گام گذاشته بودند ایمان داشتند. موضع مجاهدی خود را با هیچ چیز معامله نکردند و بنیاد سرنگونی رژیم آخوندی را بنا کردند. امروز از قضا مصادف است با سالروز کودتای استعماری شاه و شیخ علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال 1332. مصدق در سال 1340 در مورد مجاهدین انقلاب الجزایر نوشت: دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید همین راه را بروند و آن را انتخاب نمایند. اون همچنین آرزو کرد که نقیصه فدا و پاکبازی و شهادت در نهضت ملی ایران هم روزی رفع بشود و به قول خودش بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می‌گذریم. بله، مجاهدین این نقیصه را به اتم وجه حل کردند و برای آزادی و استقلال وطن از همه چیز خود گذشتند. بر سر موزه خود در دیکتاتوری های شاه و شیخ 56 سال ایستادند و در آزمایش قتل عام هم 30,000 سربدار شدند. سلام بر قتل عام شدگان سال 67 و همه رهروان پاکباز راه حسین علیه السلام. بله، از سرور شهیدان تا مجاهدان قتل عام شده تمام مسئله این است: فدای تمام عیار برای گشودن راه بشریت در زنجیر. و همچنان که مسعود گفته است، برای پیروان عقیدتی و سیاسی حسین ابن علی همچون خود او هر فدیه و هر مرگ سرخ دریچه‌ای بر روی حیات سرسبز تکاملی می‌گشاید. و درست در نقطه‌ای که روانشناسی ذلت و تسلیم مقهور اراده شرف و افتخار می‌شود، ارواح مطمئن انسانی پرده از رازی برمی‌دارد که در یک کلام راز تمامیت وجود انسانی است. ضد نابودی، بله، ضد نابودی، این است ترجمه کلمه فدا. سلام بر حسین،
سرور شهیدان، الهام بخش قیام برای سرنگونی خلفای خونخوار ارتجاع از یزید تا خامنه ای و رئیسی جلاد. سلام بر تو شورشگر بزرگ تاریخ که هر قیامی برای براندازی ستم و استبداد در اوج برانگیختگیش پرتوی از عاشورای توست. قیام مردم تشنه لب خوزستان که شمر و یزید این زمان آب را بر آنها بسته بودند، قیام رزماوران تشنه لب تو را به یاد می آورد و قیامی که به زودی بیت خامنه ای و بساط ستم و دین فروشی را در هم می پیچد در مسیر خونخواهی توست. فراخوان و پرسش لرزاننده حسین علیه السلام همچنان به گوش میرسد که هل من ناصر ینصرنی؟ مخاطب این پرسش پیشتازان و به پا خواستگان در هر زمانه است. و اما امروز این شما زنان و مردان مجاهدید که از سوی سرور شهیدان مخاطب قرار گرفته اید. آیا حاضرید حسین ابن علی را یاری کنید؟ آیا حاضرید تمام هستی خود را برای آزادی و رهایی مردمتان نثار کنید؟ آیا حاضرید پرچم دادخواهی و خونخواهی حسین را بر ویرانه های ولایت فقیه به اهتزاز درآورید؟ سلام بر حسین پیامبر جاودان آزادی و مرگ بر اصل ولایت فقیه. هارون نشسته در سوگ در کرخ خون روانه، بین فرات و عباس تیر است و صد نشانه، در هر گذر زهیری غلطان به خاک اتشان، تکرار نی نوابی در کربلای ایران. ای حاتم نزل لب این طلبه می نهاید، ای بای از این بلاید، فریاد از این جنایت، فریاد از این جنایت. فریاد الاتش را پاسخ دهد گلوله، خون می چکد به جای آب از دهان لوله، این لب تشنه می هنم شو در ایز تیر باران، با دست این زبونان این بدتر از یزیدان. آبی نمیدهد شیخ تفنان تشنه لب را، دزدیده دست ناپاک از زندگی طرب را. ای حاتم نزل لب این ظلمه بی نهایت، ای بای از این بلایت، فریاد از این جنایت، فریاد از این جنایت. یار وفادار مویان، مویان یار وفادار مویان، من ایتک اوی ما علم دار مویان، من ایتک اوی ما علم دار مویان، شرفیم راسیم و یام، گزل عباسیم و یام،
شرفیم ناسیم و یام گزل عباسیم و یام سرویمین لطمه دیب قولارنا سرویمین لطمه دیب قولارنا تکلیب قانی شرف یولارنا تکلیب قانی شرف یولارنا Ebelfes! Ebelfes! Ya Zahra! Ya Zeynep! Ya Abbas! Zemin kuş kesleme mesmum şeytan şan Ya Şah el-Hasey Azin ahri manan cengel biyaban şan Ya Şah el-Hasey Tamam رودها بی آب بارم شد یا شاغ الحسین تمام دشت هامون سوگوارم شد یا شاغ الحسین بی خوزستان شده کرب و بلا تکرار یا شاغ الحسین لب تشنه جمامش دشنه و رکبا یا شاغ الحسین جای نیزه با سرب سوزنده یا شاغ الحسین جواب علتش هارای دیدیم با یا شاغ الحسین در ره آزادی و ایمان سر و جان میدهیم خیلی عشاقیم و خون را صد هزاران میدهیم در ره آزادی و ایمان سر و جان میدهیم خیلی عشاقیم و خون را صد هزاران میدهیم همه هم پیمان به پا در میدان به پا در میدان برای ایران بر یزید و ظلم و شورش کنید در ره خلق و خدا کوشش کنید حاضر شهیدان زامن ازمم خوش و فنا هم حسین جان نام مجاهد خون شرافت گشت گوا هم حسین جان با تو و زینب پا به رکابم راه تو را هم حسین جان حیرت عباس کرده حسینی رنگ نگاه هم حسین جان حاضر به تو مولا حاضر به تو آقا حاضر دل و جان ها حاضر ندارم از بلود رکبار تو سرنگونی شیخک دقل کار حاضر به تو مولا حاضر به تو آقا حاضر دل و جان ها حاضر حاضر السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک یا ابن رسول الله السلام علیک یا خیرت الله و ابن خیرته السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین السلام علیک یا ابن فاطمت سیدت نساء العالمین السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار
یاران می‌دهیم همه هم پیمان به پاد